مریم رجوی. هر چیز کمتر از اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت، فریبکاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران، بازی با امنیت و صلح در منطقه و جهان و تقویت صدور تروریسم و بنیادگرایی است. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 19 آبان 92. به دنبال شکست مذاکرات سه روزه وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای 5+1 با رژیم آخوندی، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت هر چیز کمتر از اجرای کامل 6 قطعنامه شورای امنیت، فریبکاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران، بازی با امنیت و صلح در منطقه و جهان و تقویت صدور تروریسم و بنیادگرایی است. زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت و مماشات با فاشیسم دینی در این زمینه نقض آشکار قوانین بین المللی و زمان خریدن برای رژیم ولایت فقیه از حساب مردم ایران است، به ویژه در شرایطی که این رژیم سیاست گفتگو و لبخند با قدرت‌های جهانی را در خارج از ایران سرپوش اعدام‌های وحشیانه و جنایت مستمر علیه بشریت در داخل ایران کرده است. خانم رجوی افسود همچنان که مقاومت ایران پیش از این اعلام کرده است، هر گونه توافق بین المللی با رژیم آخوندی بدون توقف کامل غنی‌سازی، توقف تولید و نصب سانتریفیوژ، تعطیلی کامل سایت آب سنگین عراق، پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی آزادانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمامی سایت‌ها و متخصصان رژیم که سالها از دسترس آژانس دور نگه داشته شدند، فرصت‌های بیشتری در اختیار این رژیم برای دستیابی به بمب اتمی می‌گذارد. دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی رژیم برای بقای استبداد دینی است و تا جایی که بتواند به این پروژه ادامه می‌دهد. سردمداران رژیم بارها تأکید کردند هر گونه عقب نشینی در این زمینه به سرنگونی منجر خواهد شد. از این رو روحانی و وزیر خارجه‌اش به دستور خامنه‌ای در صددند با فریبکاری در عین نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و در عین ادامه دادن به غنی‌سازی و تن ندادن به پروتکل الحاقی و تحویل ندادن اورانیوم‌های غنی شده جامعه جهانی را به لغو همه یا بخشی از تحریم‌ها متقاعد کنند. 11 سال پس از افشای سایت‌های نطنز و عراق توسط مقاومت ایران، رژیم ملایان حتی 1 سایت یا پروژه اتمی را داوطلبانه به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نرسانده و صرفاً بعد از افشای آنها از سوی مقاومت یا کشف آنها توسط آژانس، به ناچار بعد از کارشکنی و تأخیر بسیار به آنها اذعان نموده است. مقاومت ایران اخیراً از 1 سایت جدید و سری در منطقه دماوند به نام معدن شرق پرده برداشت و همچنین افشا کرد ملایان در حال جابجا کردن سازمان پژوهش نوین دفاعی سپند به نقطه مخفی جدیدی در تهران هستند. این سازمان مرکز تحقیقات و طراحی بخش بمب‌سازی رژیم می باشد. در سالهای 2003 و 2004 که انگلستان، فرانسه و آلمان با آخوند روحانی در مورد تعلیق برنامه اتمی خود به توافق رسیدند، رژیم با استفاده از این فرصت به تکمیل پروژه‌های اتمی خود پرداخت. روحانی در مصاحبه با تلویزیون حکومتی در 7 خرداد 1392 در مورد غنی‌سازی صریحاً به فریبکاری‌های خود در آن زمان اذعان کرد و گفت ما کامل کردیم، ما مذاکره تهران را در مهر 82 انجام دادیم. میدانید یوسیف در سال 83 افتتاح شد؟ کیک زرد میدانید کی در آمد؟ زمستان 83. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم.